یک مرکز حقوق بشری در مالزی میگوید مسلمانان این کشور بیش از اقلیت‌های دیگر در معرض تبعیض قرار دارند. مرکز تحقیقات حقوق بشر و دفاع مالزی اعلام کرد مسلمانان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند بیشتر از غیر مسلمانان و اقلیت‌های دیگر در معرض تبعیض قرار دادند. عزریل محمدامین مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و حقوق بشری مالزی سنترا گزارش اخیر کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده آمریکا موسوم به یوسکیرف در مورد آزادی‌های مذهبی در مالزی را رد کرد. در آن گزارش گفته شده بود اقلیت‌های مذهبی بر اساس اعتقادات دینی در مالزی دچار رنج و تبعیض نیستند، بلکه در حقیقت عکس این مسئله در مالزی به چشم می‌خورد. عزریل محمدامین در گزارشی 30 صفحه‌ای در پاسخ به یوسکیرف افزود مسلمانان که اکثریت جمعیت مالزی را تشکیل می‌دهند به دلیل اعتقادات مذهبی از تبعیض دینی رنج می‌برند. این در حالی است که سایر اقلیت‌های مذهبی حتی زمانی که قانون شکنی می‌کنند به بهانه‌های آزادی مذهبی مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند. در گزارش این سازمان به نمونه‌هایی از این مسئله همچون ساختن پرستشگاه‌های غیرقانونی بدون مجوز دولتی، همچنین تغییر کاربری بدون مجوز تعدادی زیاد از فروشگاه‌ها، ادارات و ساختمان‌های تجاری به کلیساهای مسیحیان و نقض قوانین برنامه‌ریزی شده شهری توسط اقلیت‌های مذهبی اشاره شده بود. عزریل در ادامه گفت برای مثال یک فروشگاه در سال 2015 در سلانگور بدون مجوز مقامات محلی به کلیسا تبدیل شد. به علاوه گزارش یوسکیرف مبنی بر اینکه دسترسی به انجیل و مطالب مذهبی وجود ندارد نیز نادرست است. کتاب‌های انجیل به صورت آزادانه در تمام فروشگاه‌های مالزی به فروش می‌رسند. این در حالی است که مسلمانان حتی در شرکت‌های خصوصی اجازه برگزاری نماز جماعت را ندارند.